Afganistan cihadının önemli bir ismi Hikmetyar'la birlikteyiz. Kendisi işgal döneminde, özellikle Rus işgali döneminde ve sonrasında Amerikan işgali döneminde büyük mücadeleleri oldu. Yaklaşık 30-40 yıla yakın bir mücadele verdiler ve şu an işgalciler ülkeyi terk ettiler. Bir İslam emirliği kuruldu. Biz de Afganistan'a geldik ve Sayın Hikmetyar'la buluştuk. Kendisiyle bir röportaj yapacağız inşallah. Öncelikle nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yek ameliyati ne buzurg. Tarafı tabağı çöşme kodlaştım. Elhamdülillah bakhair siperişit. ایرا باید شش ماه قبل عملیات میکرد. اما به دلیل وضعیت اساس کشور نخواستم کابل ترک بگویم و به خاطر تداوی به خارج برم. فرصت مساعد شد، رفتم، معالجه صورت گرفت، الحمدلله. عملیات موفق بود، فعلا به عینک ضرورت ندارم. ربم شفا ورسی انشاءالله. Afganistan cihadının çok önemli bir ismisiniz. Yıllardır mücadele verdiniz ve sonrasında işte bugünlerde görüyoruz ki işte işgalciler ülkeyi terk ettiler. Amerikan işgali bitti. İslam emirliği kuruldu. Siz bu işgal dönemini ve şu anki İslam emirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? به نام جهاد افغانستان نام شما اول گرفته میشه و الحمدلله به می کوشش و زحماتتان اول روز شکست خورد بعد از امریکا شکست خورد اشغال ختم شد ایره چه قسم شما چیز میگیم الحمدلله که ملت ما در برابر دو اشغال دو تجاوز نظامی از سوی اتحاد شوروی و بعد ناتو به رهبری امریکا محکم استاد از استقلال، آزادی، تمامیت ارزیش، ارزش‌های دینی و ملیش به قیمت میلیون‌ها شهید دفاع کرد. در برابر اتحاد شوروی هم ما کمونیستا و اتحاد شوروی 14 سال جنگیدیم. بیش از 5 میلیون مهاجر داشتیم. یک میلیون و 200,000 خانه ویران شد. کشور ما به یک مخروبه و ویرانه تبدیل شد. اما افغانا تسلیم نشدند. سلطه بیگانه را نپذیرفت. خداوند لطف کرد و به من افتخار نصیب کرد که در او جهاد هم از لحاظ فکری، هم از لحاظ سیاسی و نظامی نقش داشته باشد. من ممنون عنایت و لطف الهی است. به این ترتیب او جنگ که روسا تحمیل کرده بودند به ناتو به میراث ماند. ناتو هم با همه ساز و برگش، با همه نیروهای نظامیش، با آخرین معدل وسایل کشندیش، با یک جبهه بیش از 40 کشور آمد بر کشور ما تجاوز کرد به بهانه انتقام از یک شخص در حالی که او شخص یک فرد بود و در افغانستان او را ترور نکردن و انتقام نکشیدن بلکه خارج از افغانستان با دو هلیکوپتر این کار در داخل افغانستان هم میتونستن بکنن ضرورت به فرستادن 160,000 سرباز از چندین کشور امریکا، اروپا و کشورهای آسیایی چی بود؟ به هر صورت خدا لطف کرد ملت مؤمن و مجاهد و آزادی خواه افغان در برابر تجاوز محکم استاد 20 سال مقاومت کرد در این جریان هم بیش از 1 میلیون افغان کشته شد 6 میلیون مهاجر شد 3 میلیون در داخل کشور آواره یک کشور ویران را برای ما به میراث گذاشت در پایان مجبور شدند که کشور ما را ترک بگویند
با سرفگندگی مجبور شدن از افغانستان برن. لطف الهی بود که در این جهاد هم به ما افتخار عنایت کرد که نقشی در این جهاد داشته باشم، چه از لحاظ فکری، چه از لحاظ سیاسی و نظامی. الحمدلله امروز اشغال پایان یافت. ما با بزرگترین آرمانها و بالاترین اهداف خود دست یافتیم. اشغال پایان یافت. همه نیروهای خارجی بدون اینکه هیچ دستاوردی داشته باشند، بدون اینکه به هیچ یک از اهداف استراتژیک خود رسیده باشند، مجبور شدن افغانستان را ترک بکنند. حکومت دست نشاندی که ناتو و امریکا بر افغانستان تحمیل کرد و برای بقا و دوام و استحکامش هم میلیاردها دلار مصرف کرد، سرنگون شد. چهره‌های پلید و بسته به اجنبی که در خدمت بیگانه بوده، هم در کنار اتحاد شوروی علیه ملت ما جنگیدن و هم تحت قماندی افسران ناتو علیه ملت افغان جنگیدن. چون جنگجوهای کرایی سلطه اینا هم پایان یافت. امروز افغانای فرصت دارن که حکومت آینده خود را خودشان در روشنایی باورهایشان با توجه به ارزش‌های دینی و ملیشان بسازن و نظام دلخواه خود را داشته باشن. میام لطف الهی بود که ملت ما در این جنگ آزادی و جهاد هم پیروز شد. Özellikle İslam Emirliği'nin kurulması sonrası bir açıklamanız oldu. Bu Türkiye'de de yayınlandı. İslam Emirliği'nden bir görev istemediniz. Ve eğer gerekirse, bize bir görev düşüyorsa biz yaparız dediniz. Bu büyük bir erdem gerçekten. Büyük, güzel bir davranış. İslam ülkelerinde, Müslümanlar arasında bir birliğin olmadığını, bölük pörçük bir durumun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Müslümanların birleşmesi noktasında gerçekten güzel bir adım attınız. Bu konuda neler söylemek istersiniz? بعد از امارت اسلامی که در افغانستان آمدن شما از او خواست گفتین که ما همکاری میکنیم و هیچ نوع چیز نخواستین، شما قدرت یا سهم در دولت نخواستین. این گفتن یک نقطه بسیار خوب است. و موضوع دوم را اشاره کردن، گفتن که درباره اتفاق و متحد شدن مسلمانان جهان کدام پیامی اگر داشته باشین؟ ما از این انکشافات اخیر حمایت کردیم، صادقانه و قاطعانه. کاری که صورت گرفته چیزی بود که ما میخواستیم. ما به اهداف خود رسیدیم. ما از این پیروزی ها حمایت کردیم، از این انکشافات حمایت کردیم. برای ما مسئله حکومت، چگونگی حکومت، توزیع قدرت، این مهم نیست. گفتیم بلا قید و شرط از این حمایت میکنیم. این شرط هم نمیگذاریم که ما در حکومت شریک باشیم. اگر طالبان شخصیتهای صالح و اهل را، مؤمن و متعهد به اسلام را توظیف کنن، ما چیزی بیشتر از این نمیخوایم. اگر این نظام با تهدیدها مواجه شود و دشمن که در کمین است یک جنگ دیگری را بر افغانستان تحمیل کنه، محکم در برابرش نیستیم. دفاع میکنیم. دفاع زبانی نه، عملا. و باور داریم که انشالله هیچ کسی قادر نخواهد شد که یک جنگی را بر افغانستان تحمیل کنه که او نتیجه به اونا تحویل بده. اینجا ناتو با 160 هزار جنگجوی مسلح با آخرین معدل وسایل حضور داشت. فضا و زمین افغانستان در کنترلش بود. و اردو ساخت، نیروهای امنیتی ساخت، میلیاردها دلار مصرف کرد. 20 سال جنگید ولی به هیچ یک از اهداف استراتژیک خود رایل نشد. امروز بعد از اینکه کشور ما را ترک کرد، اینا اگر بخواهند یک جنگ دیگری را آغاز کنند،
جز سرفکندگی و ناکامی حاصل دیگری برایش نخواهد داشت. با ملت ما نمیخواهد به سوی گذشته برگردد. به اشغال تن نمیده. دیگر نمیخواهد حکومت‌های دستشاندی اجنبی را داشته باشد. به این خاطر مطمئنیم که این جنگ هم هیچ حاصلی برای دشمنان ما تحویل نخواهد داد. به امریکا میگوییم که اگر شما مغرورین و میخواین زور آزمایی کنین، برین با اتحاد شوروی با روسیه زور آزمایی کنین. با یک همتای خود، با چین، از لحاظ اقتصادی و نظامی زورتان رو بیازمایید. و با کره شمالی که شما را تهدید میکنه. چرا در رابطه با افغانای مظلوم کشور و ایران که 14 را در جنگ سپری کرده، با این مردم مظلوم شما زور آزمایی میکنید. اگر به حیثیتتان صدمه رسیده و میخواین در پی جبرانی حیثیت باشین یا حیثیت کاذب، باور داریم که راهش این نیست که شما تهدید کنین و حریم فضایی افغانستان نقض کنین و بدماشی کنین، بازم از طیارههای درون استفاده کنین در فضای افغانستان و تهدید کنین و شرط بگذارین به این خاطر که باید حکومت آینده افغانستان مطابق میل شما باشه و افراد دلخواه شما در حکومت سهمی داشته باشم، به هیچ صورت به اهدافتان نخواهید رسید. ما با طالبان مشوره را دادیم که تسلیم فشارها نشوند و از عجز و نیاز کار نگیرند، به تهدیدات تسلیم نشوند. امریکا هیچ کاری کرده نمیتونه، ناتو هیچ کاری از دستش برآمده نیست. امریکا چیزی نداره که در گذشته نکرده و امروز باید با توسل به او بتانه به اهداف خود برسه. بله. بخش دوم سوال؟ بخش دوم درباره متحد شدن مسلمانان جهان. ما امیدواریم امت اسلامی که روزهای بدی را سپری میکنه، کشور بزرگ اسلام و کشورهای کوچک شبیه قریه های بزرگ تقسیم شده و اکثران مستعمران، از لحاظ سیاسی هم، از لحاظ اقتصادی هم و از لحاظ نظامی هم با مارکت کشورهای بزرگ تبدیل شد. کشورها رای عزت را، رای یادی مجد گذشته اسلام را، امت اسلامی را، این را در پیش بگیرن. بریم به سوی وحدت. و اگر به سوی وحدت نریم، همین وضعیت بد دوام میکنه. که امروز همه جنگ های جهان در کشور اسلامی است. بیش از 90% مهاجر مسلمان است. اگر کسی در جنگ کشته میشه مسلمان است. اگر کسی خانهش در جنگ ویران میشه مسلمان است. شرم است به زعامت های کشور اسلامی که این حالت بپذیرن. و دشمن تسلیم باشند و اونا هم اینا را سبک و بیمقدار بشمارند و معاملی یک غلام را با اونا، یک اسیر را با اونا داشته باشند. به خاطر عزت خودتان هم که شده باید دست وحدت به هم بتیم و یه حالت تغییر بتیم. میتونیم. اگر کشورهای اروپایی میتونن که با هم نزدیک شوند و یک اتحادیه درست کنند که دیگر مرزا منتفی است، با ویزا ضرورت نیست، یک پارلمان مشترک داره، سیاست خارجی مشترک را تعقیب میکنه، کرنسی واحد داره، حتی میخوان جلوتر برن، چرا باید امت اسلامی، کشورهای اسلامی ایران را در پیش نگیره که علی الاقل مثل اروپا ما مرزهای خود در برابر هر مسلمان باز بگذاریم، ضرورت به ویزا و پاسپورت نباشه و کرنسی مشترک داشته باشیم، پارلمان مشترک داشته باشیم. این حالت حتما پیش میاد. البته زمانی ممکن است که ما در کشورهای اسلامی هم حکومت های منتخب داشته باشیم.
پارلمان های منتخبی که اراده مردم تمثیل میکنه ایره داشته باشه. حکومت های خانوادگی نداشته باشه. حکومت های دیکتاتور و مستبد نداشته باشه. که دست نشانده اجنبی است، زاده استعمار است، بقایای استعمار است، ایره نداشته باشه. حکومت های منتخب داشته باشه. ایران را باز میکنه به سوی که ما بریم به سوی وحدت امت اسلامی. دعا میکنیم و امیدواریم که روز را هم شاهد باشیم که امت متحد است و مجد و عظمت گذشتهش اعاده شد. Önemli bir cihad önderi ve önemli bir devlet adamısınız. İslam Emirliği kurulduktan sonra size yönelik bir teklif oldu mu? Yani kapsamlı hükümette yer alma noktasında. Eğer olmadıysa sizin katkılarınız ne olabilir? Ben baktım ki misal da cihat sahmi faal daştin ve nami nektarin aya az taraf amareti İslami ve kudam mesuliyet ve şuma pişnihat şüre اگر آینده هم ایت کدام پلان است یعنی شما در حکومت صحیح ماشین؟ ما علاقی به مشارکت در حکومت ندارم. اما در کار خیر هر کس را حمایت میکنم. طبق دستور قرآن و تعاون علی البر و تقوا. در بر و تقوا تعاون کنیم. هر کار خیری را که امارت اسلامی طالبان در پیش بگیره ما را در کنار خود خواهد یافت. مشورای خود را میدیم. و در هر بخش هم که اونا با کمک ضرورت داشته باشه حاضره. حزب از ناحیه کوادر ورزیده و با تجربه غنی است. یه همه در خدمتشان است. با طالبان می رو گفتیم که اگر ضرورت داشته باشین به حزب آماده است. اگر وضعیت پیش آمد که ما باید در کنار شما باشیم و حتی سلاح برداریم و دفاع کنیم آماده استیم. به مردم هم میگوییم و به اعضای حزب اسلامی هم که صبر کنین به طالبا فرصت بدین که این وضعیت از این مرحله فعلی خود بگذره. بریم به سوی یک نوع ثبات نسبی که در رابطه با یک حکومت بحثای رسمی آغاز شد. در اون مرحله باز مشوره میکنیم که ترکیب حکومت چگونه باشه و چه سیاست های داخلی و خارجی را در پیش بگیره. هنوز ما در اون یک مرحله نیستیم که در رابطه به حکومت و ترکیبش با هم بحث های صحبت های رسمی را آغاز کنیم. بله. Şimdi dünyanın gözü Afganistan üzerinde. Bir İslam emirliği kuruldu ve şeriatla yönetilecek bir İslam ülkesi olacak. Nasıl bir İslami yönetim modeli olmalı ki Kur'an ve sünnet çerçevesinde hareket edebilsin? Ve dünyada desin ki örnek bir İslam ülkesidir bu. Afganistan, Afganistan hükümeti İslami ilan şud. Ve tamamı cihan teveccüh tarafı Afganistan'ız. Amaret İslami çıksın, çıkıdan madar İslam'a mi hayal ki mutabiki قرآن و شریعت باشد و قابل قبول دیگر مسلمان های جهان هم باشد. چگونه حکومت باشد که در حقیقت تمثیل یک تمثیل که بوده که این اسلام است؟ تمثیل. اسلام واضح و روشن است. مدل حکومت اسلامی هم کاملا روشن است. هیچ ابهامی هم در رابطه وجود ندارد. تفصیلات کافر هم در همه نصوص میابیم. در قرآن هم، در حدیث هم و در منهج صحابه و خلفای راشدین هم. ما نظر خود را در رابطه به حکومت اسلامی و سیاست هایی را که باید دنبال کنم. ترکیبش، قوانینش، نظرات مشخص خود را داره. ضرورت به این نیست که ما از الگوهای فعلی در جهان استفاده کنیم. نه نظامهای شاهی بریم حکومت اسلامی افغانستان الگو خواهد بود و اسوه و قدوه و
اگر بخوایم که یک حکومت واقعا 100% اسلامی داشته باشیم در این رابطه با هیچ مشکلی روبرو نمیشیم که اسلام چی حکم میکنه. اسلام زمان حکومت کرده، بزرگترین کشور دنیا را ساخته، بزرگترین امت را ساخته و مدت طولانی هم بر یک بخش عمده دنیا حکومت کرده، نظام داشته، حکومت داشته. چگونگی انتخاب زعیم و امیرم روشن است که عموز که خلفای راشدین از طریقش انتخاب شد. ابهام در این وجود ندارد. اولین انتخابات در جهان اسلام برگزار شد. اولین انتخابات. همه خلفای راشدین در مسجد انتخاب شد. برای مردم انتخاب شد. بعد از بیعت مردم امیر شدند. یعنی که بیعت است که به زعامت و قیادت مشروعیت می بخشد. ما به نام قانون اساسی دولت اسلامی یک طرح را داریم که در برابر طالبان گذاشتیم که اگر می خواهیم ما قانون اساسی اسلامی داشته باشیم بهترین بدیل امیز که ما داریم. و در مورد انتخابات، در مورد از اینکه ما باید یک شورای ممثل مردم را داشته باشیم. نظام اسلامی نه نظام شاهی است، نه حکومت استبدادی فردی است، نه موروثی است، نه حکومت زور است، نه حکومت یک قبیله است، حکومت اصول است، حکومت اساسات است، مبانی است و کاملا روشن و واضح است. امیدواریم که همه کسایی که به خاطر اسلام داریم مدت قربانی دادن، جهاد کردن، اینا همه دست به هم بتن و در مورد یک مدل جدید نو و بس بنشینن و برای دنیا یک مثال ارائه کنن. انتظار از طالبان داریم، از شخصیت های معاصر و تاثیرگذار طالبان هم انتظار داریم که امیر را انتخاب کنن. همه اونایی که به اسلام متعهدن، در برابر اتحاد شوروی جنگیدن، در برابر ناتو استادن و در این جهاد از لحاظ فکری، از لحاظ نظامی، سیاسی نقش داشتن. همه اینا را با هم جمع کنیم و مشترکاً در رابطه به چگونگی نظام آینده کشور، حکومت، انتخاب زعیم، صلاحیتاش، وجایبش، مرجع عزل و نصبش و شورای ممثل مردم، همه این مسائل مربوط به نظام و چگونگی حکومت تصمیم مشترک و یک طرح واضح، جدید، نو و نمونه و مثالی برای دنیا ارائه کنیم. بله. Özellikle Batı'nın bir baskısı var. Batılı medyada yaptığı haberlerle özellikle Afganistan üzerinde ki İslam Emirliği oluştuktan sonra bir baskı aracı olarak kullanılıyor medya. Ve İslam ülkelerinin Afganistan'ı tanımama noktasında da bu bir baskı oluşturuyor. Dolayısıyla bir çağrınız olacaksa İslam ülkelerine yönelik işbirliğini geliştirme noktasında Afganistan'la ilgili neler söylemek istersiniz? Fişler mi avret? Ne bir hal giderecek paygahı İslam başa? O vakit deyin hal دعوت شما به مسلمان کشور اسلام چیست که اونا چگونه کمکی میتوان کرد؟ پیام شما را من انتظارم از کشورهای اسلامی مخصوصا ترکیه ایست که حکومت به رسمیت بشناسه و در برابر فشارهایی که غرب بر حکومت و افغانستان وارد میکنن بیستن. افغان ها را تنها نگذار. جلو بیاین و به خاطر غرب موضوعی به رسمیت شناختن حکومت به تعویق نندازن. شرایط هم وضع نکنن. فرصت بدن به طالبان. واقعیتی را که فعلا هست را بپذیرن. آماده تعامل با نظام و حکومت جدید باش. ترجیح میتم که ترکیه پیش قدم باش.
اولین کشوری که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسند ترکیه بود. در امارت افغانستان جدید هم رفع مشکلات افغان ها هم اینا پیش قدم باشند و بیش از هر کشور دیگری کمک کنند افغان ها را. کشوری هم که افغان ها میتونند روش حساب کنند و اعتماد کنند بیش از دیگر ها ترکیه است. و امیدوارم هستم که این برای مدت طولانی دوام نخواهد کرد که کشورها از به رسمیت شناختن حکومت جدید افغانا خودداری کنند. به هر صورت این بنبست را باید کشورها اسلامی بشکنند. کسی باید پیدا شود که جلو بیاید و آغاز کند. ترکیه میتونه که این شهامت داشته باشه و حکومت جدید را بدون توجه به فشارهایی که وارد شده به رسمیت بشناسه. دیم دو کتاب است که ما در رابطه با همین مسائل نوشتیم، دین و سیاست یک و قانون اساسی دولت اسلامی. در این کتاب دین و سیاست همه قضاهای مربوط سیاست بحث شده. این مجموعی از القای درسی بوده که ما داشتیم در همین دفتر، بالاخره به شکل کتاب چاپ شده. در رابطه با حکومت اما شمول عرض کنم که اونایی که قضیه حکومت اما شمول عنوان میکنن به خاطر مردم افغانستان نیست، به خاطر کدام قوم و قبیله نیست. اونا در اصل میخواین که حکومتی داشته باشن که نماینده های اونا در حکومت باشه، حکومت شبیه به حکومت های 20 سال اخیر که چهره های دلخواه و وابسته به اونا در حکومت سهم دلخواه خود را داشته باشه، تحت پوشش حکومت همه شمول. اگر بخواهیم از اونا بپرسیم که حکومت همه شمول از نظر شما چی است؟ مگر در جرمنی کدام حکومت همه شمول است؟ در امریکا کدام حکومت همه شمول است؟ و حزب جمهوری خواه هم در حکومت سهم خود را داره یا حکومت فقط دموکرات هاست؟ مگر در روسیه، در چین، در همه کشورهای دیگر اروپایی حکومت یک حزب نیست؟ مگر شما حکومت هایی که در گذشته داشتیم بهتر از این بود از لحاظ ترکیب قومی و اجتماعی؟ در این 20 سال از یک ولایت که تقریبا یک ولسوالی بود، تقریبا نصف حکومت از یک ولسوالی بود، وزارت های کلیدی، هیچ کس نگفت که حکومت باید همه شمول باشه و عدالت اجتماعی مراعات شه، ترکیب اجتماعیش باید طوری باشه که برای همه افغان ها، مخصوصا برای اکثریت ها قابل تحمیل باشه، برای اکثریت قابل قبول باشه. امروز چطوری شرایط وضع میکنه؟ خب با شما چه ارتباط داره؟ بگذاریم به افغان ها. اگر افغان ها اعتراض کردن شما حق دارید. چرا باید در امور داخل افغانستان شما مداخله کنید؟ چرا باید شرایط وضع کنید؟ چرا در جای دیگری این کار نمی کنید؟ در کشورهایی که حکومت یک خانواده است، حکومت های شاهی است، حکومت های کودتایی است، حکومت های جنرال است، شما از او حمایت می کنید، اما در اینجا شرط می گذارید. هدف روشن است. اونا نمی خواهند که در افغانستان ثبات و امنیت تامین شد. نمیخواین اگه حکومت نیرومند مرکزی باشه. خواهان تحمیل یک جنگ دیگری است تحت پوشش حکومت همه شمول. این را بگذارین به افغان ها هر نوع نظام را که خواستن بسازن و در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه. مداخله شما در گذشته هم نتایج بد تحویل داده، بعد از این هم نتایج بد خواهد داشت. در رابطه با حقوق زنان باید بگوییم که اسلام حقوقی را به زن داده که هیچ نظامی، هیچ دینی، هیچ مذهبی دیگری برای زن این امتیازات را نداد. امتیازات زن در اسلام بیش از مرد هست. مکلفیتش کمتر از مرد ولی امتیازاتش بیشتر از مرد. زن حق دارد تعلیم کنه و به او تعلیم فرض است.
حق داره کار کنه و هیچ کسی هم نمیتونه بر کارش پابندی وضع کنه. هر وظیفه‌ای را میتونه که مرد داشته باشه به استثنای دو مورد. یکی زعامت کشور است و دیگری قضایی که در رابطه با قصاص حکم میکنه. زن میتونه قاضی هم باشه. زن میتونه وزیر باشه. زن میتونه عضو پارلمان باشه. زن میتونه سلاح برداره به میدان جنگ بره. زن میتونه به مسجد بیاید کسی هم نمیتونه حق نداره مانعش شه. هر کار دیگری را زن که میتونه انجام بده که مرد انجام میده. فقط دو مورد چنان است که یه هم برمیگرده به طبیعت و فطرت زن. که عاطفه قویش مثلا ترحمش، عاطفهش، دلسوزیش که برای یک مادر لازم است. نمیگذاره که او قاضی باشه در مسائل قصاص. به این ترتیب امارت و قیادت و زعامت کشورم به مواصفات ضرورت داره که در مرد نسبت به زن او مواصفات بیشتر است. به خاطر تبعیض نیست. بلکه برمیگرده به فطرت و طبیعت زن. زن در اسلام هر کار را میتونه بکنه و هیچ کسی هم حق نداره مانعی شوه چه در سیاست، چه در تجارت، چه در اقتصاد، چه در امور دینی و مذهبی، سیاسی و فکری هر کار دیگری را میتونه انجام بده. باور دارم که غرب به خاطر دلسوزی به زن این مسئله عنوان نمیکنه. بلکه هدفشون دیگری داره. از اونا بپرسین که در 20 سال شما برای زن چی دادین برای زن افغان؟ جز اینکه پسرش کشته شد، برادرش کشته شد، شوهرش کشته شد، پدرش کشته شد، خانهش به ایران شد، هجرت کنه. شما چی دادین برای زن؟ شما فقط برهنگی و عریانی را به ارمغان آوردین، فساد اخلاقی را به ارمغان آوردین. در حالی که اسلام میخواد از زن یک شخصیت درست کنه، شخصیت بزرگ، شخصیتی که در آغوشش قهرمانان بزرگ تربیت میشه. مطمئن باشین که انشالله در نظام اسلامی آینده کشور ما زن جایگاه شایسته خود را خواهد داشت. انشالله. شکر جزیلا. موفق باشین. سربلند باشین.